سوز و گداز پاسدار شمخانی از نقش و موقعیت مجاهدین. مایک پومپئو: کمپین علیه رژیم ایران یک ذره تغییر نکرده است. صدور قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای علی نجاتی توسط قضاییه آخوندی. پاسدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، نسبت به نقش و موقعیت بین‌المللی مجاهدین سوز و گداز کرد و گفت امروز جان بولتون بر مبنای بولتنهای مجاهدین تصمیم گیری می کند. این برای یک حکومت که ادعا دارد زشت است که بولتنهایی را که برای جلوگیری از ریزش نیرو توسط مجاهدین تهیه می شود مبنای تصمیم گیری راهبردی علیه ایران قرار دهد. آقای بولتون، لااقل واژه های بولتن مجاهدین را عوض کنید و عین همان جملات را در سند امنیت ملی خود وارد نکنید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا متعهد می‌ماند رژیم ایران و دستشاندگانش در سوریه را بیرون کند و استراتژی وسیعی را برای مقابله با این رژیم در سراسر منطقه دنبال کند. مایک پومپئو گفت کمپین علیه رژیم ایران یک ذره تغییر نکرده است. کمپین علیه رژیم ایران پارامترهای زیادی دارد که برخی از آنها علنی هستند. تحریم‌های نفتی و بانکی به طور نمونه و تلاش‌های دیپلماتیک تا بر کشورهای اروپایی فشار وارد شود تا جلوی برخی از توطئه‌های ترور و سوءقصدهای خونسا شده رژیم ایران را جدی بگیرند. آخوند امولی لاریجانی، سردشخیم قضاییه رژیم، با نگرانی از قیام‌ها گفت دشمنان ما از کوچکترین حادثه در کشور برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری می‌کنند و در جهت تحریک مردم گام برمی‌دارند. وی که در جلسه قوه قضاییه رژیم سخنرانی می‌کرد افزود دشمن دست از دشمنی خود بر نداشته و با ابزارهای جدیدتر و تلاش بسیار گسترده‌تر برای از بین بردن نظام به میدان آمده است. تهاجم فرهنگی و ناامیدسازی مردم دو پروژه مهم دشمن است که آن را با ابزار گوناگون دنبال می‌کند. قضاییه جنایتکار آخوندی برای آزادی علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر کرد. علی نجاتی به دنبال تظاهرات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه توسط ماموران بدنام اطلاعات آخوندی دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی زندانی شد. وکیل اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، از تحت فشار گذاشتن موکل خود برای تکذیب شکنجه در زندان خبر داد. فرزانه زیلابی گفت فشارها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشارها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است. به افزود سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در رأس هیئتی سیاسی برای دیدار با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا شد. جوزف دانفورد، رئیس ستاد ارتش آمریکا، و جیمز جفری، نماینده ویژه ائتلاف جهانی در امور سوریه، نیز جان بولتون را در این سفر همراهی می‌کنند. سوریه محور گفتگوهای طرفین خواهد بود.